وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام به درخشید، وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به آسمان ها عروج کرد در سفر معراجش، جبرائیل پیشاپیش حرکت می کرد، به هر آسمانی که می رسید در می زد، مسئول اون آسمان می گفت کیه؟ می گفت جبرائیل. کی همراهت؟ محمد صلی الله علیه وسلم. در باز می شد، عظمت های اون طبقه اول آسمان نشون رسول الله صلی الله علیه وسلم می داد و تو هر طبقه با یکی از انبیا ملاقات می کرد. پیامبر 10 معراج رفته، تا رسید به آسمان هفتم، اونجا با جدش ملاقات کرد، حضرت ابراهیم بتشکن خلیل الله. گفت این ابراهیم علیه السلام جدته، برای سلام کن. سلام کرد، بعد جواب سلامش داد و این جمله رو بهش گفت: مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد میگم به نبی صالح و فرزند صالح. نوشه چه سعادتی بزرگتر از این که پیغمبر آخر الزمان و اشرف رسول و اشرف اولوالعزم نوه ابراهیم باشه. مرحبا به نبی صالح و فرزند صالح. بعد پیامبر رفت بالاتر، به سدرت المنتها رسید، تا رسید به عرش خدا. دیگه اونجا جبرئیل متوقف شد، تو سقف آسمان هفتم جبرئیل متوقف شد. گفت اگر یک قدم من جلو بیام به بالا، نور خداوندی من رو ذره ذره میکنه. اونجا دیگه خود تنها باید برید. سبحان الله. ولی موقع برگشتن دوباره یه سری به من بزن. خب رفت اونجا، نمازها برش فرض شد. موقعی برگشتن گفت میرید؟ گفت بله. گفت سلام امت تو برسون. ابراهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه. یه منطقه ای هست بعد از لیردف بهش میگن زرآباد، شهر دکتر صیاد خدا رحمتش بکنه و جزو شهدا محشرش بکنه و علمای زندمون خدا حفظشون بکنه و خاتمه به خیرشون بکنه و همه برادرها و خواهرامون در حفظ و عنایت و توجه رب العالمین باشن و خاتمه به خیر بشن، خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون. چرا گفتن زرآباد؟ خاکش خیلی عالیه، ذره. گفت به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش هم خیلی شیرین و گواراست. خاک خوب، آب خوب، چی کم داره؟ یه بذر خوب. کشت بهشتم چهار چیزه: سبحان الله توحید خدا، والحمدلله تحمید خدا، ولا اله الا الله
توحید خدا، و الله اکبر تعظیم خدا. در تو یک بار بگی سبحان الله، یک بذری در بهشت اونجا کاشتی، یک درختی که شاید چند سال بخوای با اسب تازی زیرش بدوید، باغ تو اونجا توسعه بده، خاک در اختیارته، آبم در اختیارته، بذرش دست خودته. یه وقت هزار متر زمین میخریم، تو ایسینی، تو تازیونی، تو پاتلی، تو سرخونی، میخوای ده بوته درخت بکاری، جونت بالا میاد. اونجا دیگه آفت نداره، سم نمیخواد بزنه. کشت بهش چیه؟ این بذرا دست توست. چند ثانیه زمان برد؟ 12 ثانیه زمان برد این 4 تا درخت بکارید تو. سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر. حالا اون دنبالش چیه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. این دنبالش پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله کنز من کنوز الجنه. سبحان الله، یعنی هر کسی این جمله رو بگه بر گنجی از گنجینه های بهشت قرار میگیره. وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاه، باید بگید لا حول ولا قوه الا، تو رو دعوت میکنه به فلاح و صلاح و رستگاری و صلات. حی علی الفلاح، این دو تا جمله مؤذن 4 بار که تکرار میکنه، تو هر 4 بار باید بگی لا حول ولا قوه الا بالله، چون دعوت به کار بزرگی میکنه و تو نمیتونید مگر اینکه قدرتی که خدا در تو ایجاد بکنه و حرکتی که خدا در تو ایجاد بکنه. اگه من بگم شاید همسایه مسجد کسی باشه که همسایه مسجده، ولی توفیق اذان هم میشنوه، میبینه که مردم هم چه دارن میان، شاید در مسجد هم بعضی موقع مینشینن ولی نمیاد تو مسجد. این که چیزی نیست. شما میدونید که تو مکه، تو شهر مکه که مسجد الحرام هست و تو شهر مدینه که مسجد النبی هست، کسانی هستن که اونجا زندگی میکنن هنوز یک بار یک نماز تو مسجد الحرام نخوندن، اهل مکه هستن، تا چه برسه که حج و عمره برن. من 9 سال اونجا بودم، لطف خدا بود، فضل خدا بود، خدمتی که شیخ زیایی به من کرد. من اگر روی این کرسی نشستم، اول لطف خدا، بعد خدمتی که شیخ به من کرد، هیچ موقع فراموشش نمی کنم. این لا حوله، حول یعنی حرکت. خدایا هیچ حرکتی در من نیست مگر حرکتی که تو در من ایجاد بکنی به طرف کارهای خوب. ولا قوت، و هیچ قدرتی نیست که منو حرکت بده مگر قدرتی که تو باشه. تو منو به حرکت بده به طرف کارهای خوب. من خوانم، اما تو در من قدرت ایجاد بکن، تو در من حرکت ایجاد بکن. پیامبر میگه لا حول ولا قوه الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجینی از گنجینه های بهشته. به این جملات، به این کلمات، به این اذکار توجه بکنیم، زندگیمون متحول میکنه. با اینا زندگی بکنیم، بچه هامون عادت بدیم که با این کلمات و این جملات زندگی بکنن. تسبیح خدا، تحمید خدا، توحید خدا، تعظیم خدا،
بهشت خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش خیلی شیرین و گواراست، کشتش هم دست من و توست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوست داشتین آخرش هم کامل بکن، ولا حول ولا قوة الا بالله. این پنج تا جمله رو تو 12 ثانیه میتونید بگید. اگر انفرادی بگید 100 بار بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه وقت بگیره. فقط یه اراده لازم داره که این لبات حرکت بکنه. استغفرالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک مجلسی که نشسته بود با دوستان، صحابه حرکت لبشو میشمردن که 70 بار بلند میشه رو هم قرار میگیره، همش میگفت استغفرالله 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 استغفرالله. خودمون 4 ساعت میشینیم غیبت میکنیم، قهقه میزنیم، ولول میکنیم، این خیالمون جوک داریم میگیم، دروغ داریم میگیم. کاش که یه جوک درست و صحیحی بود. پیامبر هم مزاح میکرد، هم خودش میخندید هم دیگران رو به خنده مینداخت، ولی دروغ نمیگفت تو خنده هاش، تو مزاحش. واقعا رمضان فرصتی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال حلق الذكر، میگه اگر در روی زمین گذرتون به باقی از باغهای بهشت افتاد، خودتون خوب سیراب بکنید، خوب بچرید. وقتی که بهار میشه حیوانات چهارپایان نگاه بکن، اصلا سرشو بالا میاره؟ بالا نمیاره، همش سرش تو آن بهاره، تو اون سبزی هاست. نمیدونم اینو متوجه شدید، وقتی که میش سرشو میذاره، لبشو میذاره رو این بهار، اول اینطوری میکنه، با این حسش، چون بعضی اون بوته ها سمیه نمیخوره شیخ. مسلمان ها مشروب هم میخورن، اینطوری نمی کنن. میش که میشه وقتی میخواد بهار بخوره، بعضی بوته ها سمیه، خیلی حواسش جمعه. مسلمان تیریاک هم میکشه، سبحان الله. انسان میگم کدومی که با شعوره اون یا این؟ خداوند به انسان عقل داد، انسان با عقلش برتره، سایر مخلوقات موجودات با حواسشون برترن. گربه و سگ حس بویاییشون 1,000,000 برابر انسانه. جغد شاید در روز 60 کیلومتر بتونه ببینه. در شب شاید نصفش. رو شاخه درخت نشسته تو شب تاریک، اگر یک موش صحرایی جا به جا بشه، مثل موشک های اسکود 500 کیلو وزنشه، 1,000,000 تن روسیه، میاد رو چهره اون موش تو شب تاریک. ولی انسان با عقلش برتره. از پرنده که کارش پرواز کردن، هم بهتر پرواز میکنه، هم طولانی ترین پرواز داره، هم بالاترین. پرندگان اگه 10,000 پا بالا برن منجمد میشن، ولی انسان 30,000 پا میره بالا پرواز میکنه با پیما. پرنده‌ای که کارش پرواز کردن، پریدن، انسان هم بهتر ازش پرواز میکنه، هم طولانی‌تر، هم بالاتر.
امروز درباره هواپیماهای گورپیکر نظامی آمریکا اخبارهای جهان تحلیل میکردن. این B-52 بمب افکنن 13,000 کیلومتر پرواز میکنه بدونی که نیاز به سوخت داشته باشه. 13,000 کیلومتر B-52. انسان از ماهی که کار شنا کردن بهتر شنا میکنه. از مار و کرم قطار درست کرده. ولی مشکل انسان این که راه رفتن خودش رو گم کرده. مشکلش اینه. از اونا که خیلی بهتر پرواز میکنه، بهتر شنا میکنه، بهتر راه رفتن خودش گم کرده. این انسان با اون عقلش. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر به باقی بستانی از باغهای بهشت در روی زمین گذرتون افتاد، خوب بچرید، خودتون رو سیر بکنید. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، باغ بهشتی در روی زمین کجاست؟ گفت حلق و ذکر، جایی که ذکر خدا و یاد خدا و عظمت و بزرگی خدا اونجا مطرح میشه. اگر برادر دیر رسید جا تنگ بود، جا براش باز بکنید تا بیاد بنشینه. فرصتیه. این مسجد یعنی برای مردم این منطقه واقعا نعمتی است. میگم برای اولین باره بعد از میلیارد سال اینجا نبوده مسجد. که یعنی باور که باید تو کوچه ها الان نماز بخونن همسایه ها. ولی همسایه ها اگه نیامدن، برادران مهاجر میان، برادران بلوچمون میان، برادران کردمون میان. خانه خداست که یعنی الان باید همسایه ها و بچه هاشون دیگه باید فرش تو کوچه بندازن. چون اینجا مسجد نبوده، تازگی داره براشون. این خیلی جای تأسفه که نعمت بیاد زیر دلت و پشت به نعمت بکنید. یه سرکی بکشی بعد برید، یه سلام بکنی بعد برید، یا بعد برید اخبار بگیرید، یا بعد تلویزیون بگیرید، یه فیلم نگاه بکنید، یا بعد برید بازی برد بکنید. من اون شبم گفتم این مادرمون که این زمین رو وقف کرده الان چه حال و هوایی تو اونجا داره. سبحان الله. اولین زنی که این زمین رو وقف کرد و این مسجد قشنگ درست شد، خدا بهشت فردوس نصیبش بکن. اگه زمین نبود، خب دوم کسانی که پول دادن، میگم از 1,000 تومان داشتیم تا 100 میلیون به بالا، همین بچه های خودمون، همین همسایه های مسجد الان چه حال و هوایی دارن. مال خودشون، احساس تعلق میکنن. یک تا یه رد دوبهی نیامده درست بکنه که بگن الان مال اونه، اون درست کرده پول داده. من چرا اجازه نمیدم که این پروژه ها خیر از دبی بیاد، از بستک بیاد، از جاهای دیگه بیاد، همش جد خودش درست میکنه؟ این دست ما خالی میشه، دست ما من و تو باره هیچ میشه. ولی وقتی میدیم مشارکت، اگه میخوادم 100 میلیون تا هر عزیزی، خواهری، برادری، پدری، مادری، فرزندی 1,000 تومان هم میخواد بده، بتونه مشارکت بکنه، یعنی مانع خیر کردنش نشی. واقعا یه فرصت است برای همه. اگر من میتونم اجازه بدم آقا یه نفر بیاد همش خودش درست بکنه، دست من تو باره هیچ میشه. اون جمع میکنه، جارو میکنه، همینطور میره جلو چشم ما.
عزیزانی که درست کردم میدونم گاه وقتی میام یه سری میزنن نگاه میکنن چقدر لذت میبرم. مسجد پر آباد، اون طرف این طرف هنوز کارهاش تمام نشده، هنوز این پنجره ها نصب نشده، امروز حالا درها چه الحمدلله کارش تمام شد نصب شده، هنوز دستگیره هاش مونده، رنگ بیرونش مونده، منارش مونده، قفسه ها اندازه گرفتن اینجا همش قفسه برای قرآن، این طرف اون پشت طرف خواهرها، کم کم انشالله تا هفته آینده شنبه انشالله امیدواریم که این سری کارهای داخلیش هم انجام بشه. حتی طرح ما اینه که کل این کوچه های اطراف همه سنگ فرش بشه، سنگ فرش ها انترلوک، یه چیزی باشه که وقتی یه چهار تا نیمکت هم اونجا یه میزی پدرا نماز بخونن اونجا بیرون بنشینن حرف دنیایی هم بزنن. فقط منتظریم که این خانه های همسایه مسجد فاضلابشون انجام بدن که این آخرین مرحله دیگه سنگ فرش بشه. این مناره نشد دیگه، بالاخره که کار ساختمانیه، یک مناره جدیدی که تو اون بالاش یک هلاله، هلاله روشن میشه و اون نوک مناره مثل این انگشت اینطوریه، این انگشتش که به طرف دستش که به طرف آسمان درازه، این پیامش اینه. این مسجد یک سربازه، این کلاه خودشه، اونم چه نیزشه، اونم اون انگشت نمازگذاره که دست بلند کرده به بالا. سبحان الله، همه چیز حساب شده. من از همه شما تشکر میکنم، از اون مادری که زمین داد، عزیزانی که همکاری کردن، مهندس شریفی که این نقشه زیبا رو طراحی کرد، آقای امیر نژاد محمد، آقای مهندس منصور برهان منصورزاده که اجرا کردن، صدیق که اینجا از روز اول همجور این گزارش تو کمپین میگذاشت که خواهرها و برادرها کمک بکنن، عبدالسلام، حتی یه تک آهن به این کوچیکی جمع میکرد، شب ساعت دوی نصف شب میامده بیدار بود همسایه ماست همه نجات. آقای انصاری امشب تشریف آوردن، زحمت فرش بهش دادیم که بالاخره تو یک هفته این فرش آمد و بالاخره خیلی سخت بود تو یک هفته سفارش بدید این فرش آمد به این قشنگی، بالاخره امشب هم خودش آمده داره لذت میبره. همه و همه 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 زحمت کشید، این همسایه ها که به مدت دو سال شربت، آب خنک، چایی برای کارگرها و و و یک کار جمعی بود، یک کار زیبایی بود که همه به نمایش گذاشتن، الان هم همه دارن لذتش میبرن. این کولر اگر روشن نیست چون برقش وصل نشده، این یه سفاز موقته، ما اگه بخوام اینو روشن بکنیم اینو روشن بکنیم، یه سفاز موقتی از یه جایی باید خونه امام اونجا قسمت خواهرها قسمت برادر با یه سفاز، در شکل 3-4 تا سفاز میخواد، اگه احساس گرما تو نماز عشا میکردید به خاطر این کولره، وگرنه این دوتا کولر 60,000 و دوتا 30,000 اسپلیت اینجا باید یخ بزنه، مسجدم پر باشه. چه خیلی دوستتون دارم، عزیزید برام، موفقیتتون، سربلندیتون میخوام، خودتون، بچه هاتون. تشکر میکنم از این عزیزانی که پذیرفتن با وجودی که امتحاناتشون شروع شده، از این 4 بزرگواری که اینجا هستن،
برای ما نماز میخونن، با وجود که امتحان هم دارن، با این تلاوت زیبا ما رو بر مائده و سفره خداوندی مهمان میکنن، دعوت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن القرآن و مأدبت الله علی الارض، قرآن سفره مهمانی خداوند در روی زمین. سبحان الله، کسی اگر سر این سفره‌ای که خدا پهن کرده، سفره مهمانی، میزبانم الله، سر این سفره ننشینه، خیلی انسان محرومیه. القرآن و معدوبه، معدوبه یعنی مهمانی، الله داره مهمانی میده. خیلی وقتا یه افرادی مهمانی میدن، میگن اگر نری زشته، یا دعوتنامه برام میفرستن، با وجود که میدونی اونجا معصیت هم هست، بزن و بکوب و مشروب و رقص و فلان و بیبندوباری و چشترانی، ولی میره میگیم زشته، بهش بر میخوره دعوتنامه فرستاده، ولی سر سفره مهمانی خدا نمیه. الان هم همسایه های مسجد سفره افطاری و سحری میارن، اکرام میکنن، خیلی عالیه. من قول دادم که انشالله یه روز کل همسایه های مسجد انشالله نماز عصر، از عصر بیام اینجا یه حلقه بزرگ قرآن انشالله، تا مغرب همینجا یه افطاری ساده همه با هم. ولی این هفته که نشد، ولی انشالله تو همین چند روز آینده یه سفره دو تا سفره داریم، یکی سفره صدقه است، یکی سفره اکرام و محبت. یه سفره صدقه است که آدم برای فقرا میندازه، یه سفره محبت که برای دوستانش میندازه. این سفره اکرام و محبته، همدیگر رو اکرام بکنیم، همدیگر رو سیراب بکنیم از محبت، به همدیگه عشق بورزیم، مهرورزی بکنیم، همدیگه رو دوست بداریم، برای همدیگه دعا بکنیم. اگر یه وقتی چیزی هم به همدیگه گفتیم، همدیگه رو حلال بکنیم، انسان ها خب بالاخره یه چیزی هم دیگه. جزاکم الله خیرن. نیمای عزیزمونم از خاجتا آمدن، 25 سال پیش ایشون شاگرد من بودن، از خاجتا می آمد با برادرش مکتب خونه مسجد حاج یوسف. من بعد 25 سال ایشون تو عروسی حاج علی خراسی دیدم، عروسی پسرش. گفتم شما؟ گفت من نیما هستم. نیما درخیش نگشه، هر جایی میخوای صحبت کنی زنگ بزنی من بیام آنلاین لایو. الان این جلسه خودمون کل دنیا داره پخش میشه، همه دارن میشنون میبینن. انشالله تو شبهای آینده هم سعی میکنیم دوباره یه تنوع ایجاد بکنیم، یه شب ستار بیاد اینجا، آقای اردلانی، شیخ اردلانی بره اونجا مسجد حاج یوسف، یه شب ماجد بیاد. این جا به جایی ها، این تنوع، صداهای زیبا، تلاوت زیبا، محبت ها، آبادی این مسجد با همسایه هاست دیگه با شماست. نعمت بر شما تموم شده، عذر از شما گرفته شده، مسجد جامع خیلی دوره، نمیتونید، حق هم داشتید، مسجد حاج یوسف توفیق خیلی دوره، مسجد حسن دوره، الان که زیر دلته، اینجا پارک خداوندیه. دست بچه‌ت بگیر، دست خانومت بگیر، اون از اون در بیاد، خودت هم از این در. انشالله جا کفشی هم تا چند روز دیگه آماده میشه، این بغل که این دمپایی ها هم برای خواهر هم برای برادر. التماس دعای خیر از همه تون دارم، از حوصلتون تشکر میکنم، آرزوهای خوبی که تو دلتونه برای خودتون، برای خانوادتون، برای بچه هاتون خدا برآورده میکنه، هر چیز خوبی که تو دلتونه آرزوهای خوب بکنید، هدایت برای بچه هاتون، برای خودتون، خیر دنیا و آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار.
دعا رو اینطوری بکنید: خدایا اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و خانواده ما و فرزندان و دوستان ماست برای ما بده، اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت مانه. این دعاهای کامله، دعاهای خیلی خوبیه تو این شبها، تو این روزها. ممنون از حوصلتون.